قاره آفریقا سرشار از شگفتی هاست. طبیعت، فرهنگ و تمدن سرزمین های کمتر توسعه یافته در قاره سیاه باعث حیرت گردشگران بسیاری میشه. آفریقا اگرچه در سطح دنیا به عنوان قاره‌ای بسیار ضعیف شناخته شده، اما جغرافیاییه که 20% از سطح خاکی کره زمین رو تشکیل میده. امروزه در این قاره 54 کشور موجوده که ساختار سیاسی کاملا متفاوتی از یکدیگر دارن. در بین اینها کشوری وجود داره که در چند سال اخیر بسیار مورد توجه قرار گرفته. اینجا رواندا است. یکی از کوچکترین کشورهای آفریقا. این کشور از شمال با اوگاندا، از شرق با تانزانیا، از جنوب با بوروندی و از غرب با جمهوری دموکراتیک کنگو همسایه است. اوگاندا تنها 26,000 کیلومتر مربع مساحت داره و اگر بخوایم مقایسه کنیم، کشوری است کوچکتر از استان لرستان. علی‌رغم کوچک بودنش، 13 میلیون انسان در رواندا زندگی می‌کنند. این کشور از نظر جمعیتی متراکم‌ترین کشور قاره آفریقا محسوب میشه و در پایتخت شهر کیگالی 1,300,000 نفر زندگی می‌کنند. درسته که این کشور منابع و ثروت خاصی نداره، اما با برنامه‌های هوشمندانه‌ای که برای آینده کشور در نظر گرفته، تونسته به جایگاه مناسبی در بین کشورهای آفریقایی دست پیدا کنه. این مردم امروزه میتونستن شرایط بسیار مناسبتری داشته باشن، اما به مدت طولانی گرفتار مسائل قبیله‌ای بودن. از نظر جمعیتی این کشور تقریبا به دو قبیله هوتو و توتسی تقسیم میشه. قبیله هوتو که نخستین ساکنان رواندا محسوب میشن 85% از جمعیت رو تشکیل میدن. توتسی ها هم جمعیتی 14% دارن. در رواندا میان این دو قبیله همواره اختلاف وجود داشته، اما دشمنی بین اونها از زمانی که این کشور به سلطه استعمارگران در اومد به طور چشمگیری افزایش یافت. رواندا در ابتدا در اختیار کشور آلمان قرار گرفت، اما پس از جنگ جهانی اول و با موافقت سازمان ملل به بلژیک واگذار شد. در این دوره استعماری بلژیکی ها بیشتر طرفدار اقلیت توتسی بودند تا هوتو. بدین وسیله تمایل جمعیت اقلیت رو برای ظلم و ستم بر اکثریت تشدید کردند و میراثی از تنش بر جای گذاشتند. پس از اون که بلژیک در سال 1962 این کشور رو ترک کرد و رواندا به استقلال رسید، هوتوها جایگاه خود رو به دست آوردن، اما اختلافات همچنان پابرجا بود. تا اینکه در سال 1994 بر اثر یک مسئله سیاسی هوتوها به قبیله توتسی حمله کردند و در طول 100 روز 800,000 نفر از مردم رواندا جونشون رو از دست دادن. اگرچه پس از این حوادث اقتصاد این کشور نیز ویران شد، اما رواندا تونست در طول این سالها با استفاده از کمک‌های خارجی به ثبات نسبی دست پیدا کنه. در سال 2000 و با روی کار اومدن کاگامه، چشم‌اندازی 20 ساله برای خودشون ترسیم کردند و در 10 سال گذشته تونستند به رشد اقتصادی با میانگین 6.3% دست پیدا کنند. جدای از این، رواندا در بین کشورهایی با کمترین میزان فساد ساختاری در جایگاه 54 قرار داره. درسته، رقم درخشانی نیست، اما برای این کشور یک موفقیت محسوب میشه. جالبه بدونید که ایران در این رده‌بندی در جایگاه 147 قرار گرفته. رواندا با یک برنامه ساده و قابل دستیابی قصد داره که مانند سنگاپور به مرکز تجاری منطقه خودش تبدیل بشه. سنگاپوری که امروزه ششمین کشور ثروتمند و نهمین کشور امن جهانه و این کشور تنها در عرض 60 سال تونست که خودش رو از یک کشور ضعیف به یک کشور توسعه یافته تبدیل کنه. برای رسیدن به این هدف داشتن خطوط هوایی کارآمد یکی از ابزارهای مهمه. رواندا هم اکنون خطوط هوایی خودش رو داره و با خرید هواپیماهای جدید از پایتخت کشور به شهرهای مختلفی مثل نیویورک، دبی و لندن پرواز انجام میشه. این کشور در کیگالی مرکز همایش بزرگی ساخته و در کنار اون برای راحتی سرمایه‌گذاران هتل 5 ستاره، فرودگاه بین‌المللی و جاده‌های مناسب احداث کرده. همچنین برای جذب توریست‌ها در کنار پاکسازی پایتخت کشور به بالا بردن امنیت و تبلیغ جاذبه‌های رنگارنگ کشور پرداخته. شاید هنوز هم نتونسته باشن به دستاورد بزرگی دست پیدا کنن، اما تونستن به خوبی با فرقه‌گرایی مبارزه کرده و دشمنی با یکدیگر رو کنار بذارن. در نتیجه
رواندا به کشوری بدون جنگ و خونریزی تبدیل شده که مالک تمیزترین جاده های آفریقا است. حتی بعضی ها به این کشور دبی آفریقا و یا سوئیس آفریقا میگن. دلیلش هم تلاش این مردم برای همگام شدن با دنیای مدرنه. یعنی دوست ندارن که از دیگران عقب بیفتن. از گوشی های هوشمند استفاده میکنن. هنگام موتورسواری کلاه کاسکت میذارن و به محیط زیستشون توجه ویژه‌ای دارن. آموزش یکی از نقاط قوت سیاست‌های دولت این کشور در سال‌های اخیر بوده. بیش از 96% از کودکان در این کشور به مدرسه میرن و نزدیک به 2.5 میلیون کودک در کلاس‌های خود با کامپیوتر آموزش می‌بینند. به نظرتون چطور این کشور اینقدر تمیزه؟ در رواندا به آخرین شنبه هر ماه اوموگاندا میگن. در روز اوموگاندا هر اوگاندایی به خیابون اومده و در نظافت عمومی کشور شرکت می‌کنه. در واقع از اونجایی که کشور مساحت زیادی نداره 13 میلیون شهروند این کشور به راحتی کشورشون رو تمیز میکنن. مخصوصا قسمت شرقی پایتخت به نسبت قسمت غربی اون بسیار تمیزتره. در رواندا محصولات پلاستیکی در هیچ جایی استفاده نمیشه. زیرساخت مناسبی برای بازیافت و یا دفع فرآورده‌های پلاستیکی ندارن و به همین دلیل به هنگام خرید وسایلتون رو در پلاستیک قرار نمیدن. در اینجا حتی برای تمیز نگه داشتن هوا نیز قوانینی دارند. در کشور 2 روز در هفته استفاده از خودرو ممنوعه. به همین دلیل در اون 2 روز مردم با پای پیاده و یا با دوچرخه به هر جا میرن. در این سرزمین 4 زبان اصلی رواندایی، انگلیسی، فرانسوی و سواحیلی مورد استفاده قرار میگیره. اگر زبان انگلیسی بلد باشید میتونید در رواندا ارتباط برقرار کنید. اما باید بدونید که اکثر مردم عادی به زبان رواندایی صحبت می‌کنند. با اینکه در سال 2008 زبان انگلیسی زبان رسمی آموزشی رواندا اعلام شد، ولی تنها در شهرهای بزرگ و مراکز معروف توریستی رایجه. در مورد مذهب مردم نیز میشه گفت که اکثر ساکنین رواندا مسیحی بوده و پیروان مذهب کاتولیک در اکثریت هستند. رواندا با وجود اینکه در سالهای اخیر میزان فقر رو در کشور کاهش داده، اما هنوز هم بخش زیادی از جمعیت 13 میلیون نفری اون زیر خط فقر زندگی میکنن و برای تأمین نیازهای کشور به کمکهای بین المللی وابسته است. واحد پولی این کشور فرانک رواندا است. همچنین میانگین درآمد در رواندا در حدود 200 دلاره. 90% از این مردم در بخش کشاورزی فعالیت دارند و حدود 3/4 جمعیت این سرزمین در روستاها ساکن هستند. بنابراین کشاورزی اولین و مهمترین بخش اقتصادی کشور رواندا محسوب میشه و چای و قهوه جزو مهمترین محصولات صادراتی این کشوره. رواندا کشوری سرسبز با آب و هوایی استوایی و مناظری خیره کننده در منطقه دریاچه‌های بزرگ آفریقا. گردشگری یکی از بخش‌های مهم اقتصاد این کشوره که در سال‌های اخیر بیشترین رشد رو داشته. وجود گونه‌های متنوع حیوانات باعث شده تا پارک‌های ملی رواندا تبدیل به جاذبه‌های گردشگری جهانی بشن. بزرگترین دسته گوریل‌ها در اوگاندا زندگی می‌کنند و در این پارک‌های ملی می‌تونید گوریل‌های کوهستان رو از نزدیک ببینید. همچنین با فاصله گرفتن از پایتخت، بازدید از مناظر زیبای مزارع بزرگ چای میتونه تجربه فوق‌العاده‌ای برای شما باشه. اگر علاقه‌مند شدید تا به این کشور دوست داشتنی سفر کنید، باید بدونید که رواندا در ایران سفارت نداره و نزدیکترین سفارتخانه این کشور در ترکیه قرار گرفته. دولت این کشور برای سهولت در بازدید گردشگران شرایط دریافت ویزای الکترونیک رو فراهم کرده و شما میتونید از طریق اینترنت ویزای خودتون رو درخواست بدید. امیدوارم که از تماشای این ویدیو لذت برده باشید. لایک ویدیو و عضویت در کانال رو فراموش نکنید. خدا نگهدار.